یکی از هیجان انگیزترین بخش های طراحی وقتیه که شما میخواید رنگ پوست رو نقاشی کنید، مخصوصا رنگ پوست های تیره و برنزه. دلیل این جذابیت هم اینه که شما وقتی این رنگا رو درست همونطوری که از اجرا میکنید انگار به طرحتون جون میده اونو زنده میکنید. خب پس دیگه تنبلی بسته، پاشید که واسه جون دادن به طرحمون باید کلی کار کنیم. اول از همه دوست داشتنی ترین اتفاق زندگی دختر یعنی خرید کردن. خب امروز میخوام با هم در آوردن رنگ پوست تیره و برنزه را تمرین کنیم. ممکنه اول کار فکر کنید در آوردن این مدل رنگا روی پوست طرحتون کار سختی باشه و شاید نتونید اونطور که میخواید به نتیجه برسین، اما به قول قدیمی ها خواستن توانستنه. شما کافیه یه ذره تمرین کنید، اون وقت میتونید هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. الانم من بهتون چند تا فوت کوزه‌گری رو یاد میدم تا با خیال راحت این مرحله رو پشت سر بذاری. بزن که بریم. سلام، به چنل من خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. سال نو رو بهتون پیشاپیش تبریک میگم. امیدوارم خیلی سال خفن و پرپول و پر از شادی داشته باشین. تو این جلسه میخوام بهتون بگم چجوری رنگ پوست رو طراحی کنیم. برای رنگ پوست ما دو تا روش داریم. یکی میتونیم فقط از یه دونه مارکر استفاده کنیم. اون یه دونه مارکر رو بزنیم توی بیس کار و ازش چند تا درجه تیرگی بگیریم. دومی روش اینه که میتونیم از چند تا مارکر استفاده کنیم، از رنگ مارکر خیلی کم رنگتر استفاده کنیم برای بیس کار و رنگای تیره رو روی اون استفاده کنیم و اون رنگا رو با هم دیگه فید کنیم. اما من میخوام دو روش رو بهتون بگم. و روش دوم که از استفاده از چند تا مارکر خیلی سخت داره و سعی میکنم اون رو اول بگم و روش بعدی رو توی مانکن بعدی که میخوام رنگ پوست برنز رو بهتون بگم تو اون آموزش بدم. حالا بزن که بریم. خب برای شروع من میام از مارکر تاچ شماره YR26 استفاده میکنم. از پهنای مارکر کل کار رو میزنم و دقت کنید توی این روش که بهتون گفتم اول برای بیس کار از رنگ روشن استفاده کنید، یعنی رنگ روشن میاد زیر کار و بعد رنگ‌های تیره روی اون قرار میگیره. خب حالا میام از یه رنگ چند درجه تیره تر از این استفاده میکنم، BR93. از قسمت براش مارکر استفاده میکنم و جاهایی که نیاز تیرگی بذارم و شروع میکنم به تیرگی گذاشتم. حالا یه خورده از همون رنگ بیس روی این میزنم. وقتی خوش شد دوباره از همین رنگ قهوه‌ای استفاده میکنم. حالا میام از قهوه‌ای تیره تر که برند کور کالره از اون استفاده میکنم. شمارش هم 764. حالا میتونم از اون قهوه‌ای کم رنگ تره استفاده کنم و روی این رو فید کنم. خب برای ادامهش میام از رنگ همون قهوه‌ای کم رنگه که شمارش BR93 بود از اون استفاده میکنم. قسمت هایی که نور داره رو نگه دارید. من عاشق رنگ پوست سیاه هم. دقیقا این رنگ سیاه پوست خیلی قشنگه، یعنی یه جورایی به کاغذ هم انگار داره جون میده. نمیدونم شما هم دوست دارید مثل من. دقیقا جاهایی که اگه دقت کنیم ماهیچه داره اونجاها رو باید رنگ نور رو نگه داریم، اون براق بودن رو نگه داریم تا ماهیچه بودن بدن خودش رو بهتر نشون بده. حالا میام کلش رو یه رنگ میذارم دوباره.
چرا این کار کردم؟ اولش چون وقتی از مارکر استفاده میکنی میذاری خوش میشه، میتونی چند درجه ازش رنگ بگیری. ناخن اینجا الان روشن‌تر مونده. حالا میام از اون رنگ قهوه‌ای تیره تر استفاده میکنم، از این، و جاهای تیره تر رو باز تیرگی میذارم. حالا میام از این قهوه‌ای کم رنگ تری که استفاده کردم روی این قسمت ها اینا رو میزنم و با همدیگه فیدشو میکنم. حالا میام از مداد رنگی استفاده میکنم. مداد رنگی من هم که انقدر کوچولو شده، از رنگ خیلی قهوه‌ای تیره، تیره ترین رنگتون رو انتخاب کنید و شروع کنید به سایه زدن. نورای صورت رو نگه دارین و اونا رو روش رنگ نبرین. روی قسمت سرشونه ماهیچه این قسمت رو دور تا دورش رنگ میشه و این نور رو باید نگه داریم به خاطر اینکه اون برجستگی و حالت ماهیچه بودنش رو نشون بده. خیلی دستتون رو فشار ندین و با فشار دست خیلی کم این کارو کنین. چرا؟ چون اگه خیلی فشار بدین دیگه نمیتونم از رنگ مشکی استفاده کنم، چون آخرین رنگی که قراره استفاده کنیم و تیرگی بذاریم رنگ سیاهه. روی بندای انگشت رو تیره تر میکنم. البته قراره که آموزش دست رو جدا بذارم. حالا میام از رنگ سیاه استفاده میکنم و اون تیرگیشو بیشتر نشون میدم. حالا برای این بالاش که فره میتونیم از این قسمت استفاده کنیم و به این صورت فرفری و تو هم رنگ کنید. میتونید از مداد سیاه استفاده کنید و این قسمتاشو سایه بزنید. به این صورت به صورت پرتابی سایه میزنید. میتونید از خود مارکر مشکی استفاده کنید برای اینکه اینجاها رو راحت تر بتونید بزنید. به صورت نقطه یا فرفری این قسمت ها رو پر کنید. خب حالا میتونم از یه دونه فاین لاینر استفاده کنم و این موهای ریز صورتش رو، یعنی این قسمت هایی که توی پیشونیه رو بکشم. قسمت هایی که نور رو نگه داشته بودم رو شروع کنم با یه مداد سفید رنگ سایه میذارم. اینجا هم باید کنترل دست رو داشته باشیم، خیلی روی کار فشار ندید. شما حتی میتونید وقتی این مداد سفید رو مثلا گذاشتین نورش رو، میتونید از این گواش یا روانویس ژله سفید هم استفاده کنید. این قسمت ها رو چند تا برق بندازید تا برقش بیشتر بشه. اگر دستتون رو خیلی محکم فشار بدین این رنگ سفید به جای اینکه سفیدی بذاره رنگ پوست رو بیشتر چرک میکنه. و باز میام با همین ساکورا قسمت ابروش رو میکشم. اینجا یه تارمو میندازم و بقیهش هم یا میتونید پرش کنید مثل من، یا میتونید به صورت تارمو اینجوری تار تار بندازید. حالا برای لبش از هر رنگ مارکری که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. حالا من دارم از تاچ دست سفید استفاده میکنم، شمارش هم R28. حالا یه خورده میتونم از قهوه استفاده کنم و اینجاها رو اینجوری سایه بزنم. حالا از گواش استفاده میکنم، گواش سفید. یه کوچولو اینجاها رو روی مردمکش رو نور میندازم. حالا میریم از مداد سیاه باز استفاده میکنم و جاهایی که تیرگی داشت روی بدنش اونجاها رو باز سایه میزنم. خب
خب اینم از رنگ پوست تیره، این تموم شد. من از یه روش نسبتاً سخت‌تر حالا استفاده کردم از 3 مارکر مختلف. حالا میخوام در ادامه همین ویدیو رنگ پوست برنزه رو بگم. رنگ پوست برنزه رو میخوام از یه دونه مارکر استفاده کنم. یعنی ما در واقع از یه دونه مارکر میتونیم چند تا توناژ رنگی مختلف و تیره تر رو بگیریم. حالا ادامه این ویدیو رو ببینید تا با هم دیگه این طرح رو بزنیم. خب مارکر من تاچ، اینجا شمارش YR133، رنگ بدن. خب از سر پهن مارکر شروع میکنم و همه بدن رو شروع میکنم به رنگ زدن. فقط یادتون باشه این نکته‌ای که داره توی این روش یه دور فقط رنگ رو میذاریم. حالا چرا یه دور فقط رنگ رو میذاریم؟ چون قراره بذاریم مارکر خشک بشه و دوباره از اون چند درجه تیرگی بگیریم و خیلی سریع سعی کنید این کار رو انجام بدید، چون وقتی مارکر خشک میشه، مثلا اینجا خوش شده و شما اون این قسمت مونده و تیره و روشن میشه، ما نمیخوایم الان این کار رو کنیم. یک دور رنگ رو میذارم به سرعت و اجازه میدم کارم خشک بشه. حالا میام از قسمت براش مارکر استفاده میکنم و شروع میکنم به سایه گذاری. دوباره یک بار دیگه اون قسمت هایی که تیرگی داشت رو یه دور دیگه من میتونم از این مارکر تیرگی بگیرم و تیرگی هاشو بذارم. خب حالا میام از مداد رنگی تقریبا رنگ اوتر استفاده میکنم که فابر کسل کلاسیک، شمارشم 187. میام اونجاهایی که تیرگی گذاشتم و شروع میکنم از این رنگ استفاده میکنم. حالا من مداد رنگی پولیکروم هم تموم شده بود و مجبور شدم از این رنگ استفاده کنم، وگرنه از اوکر پولیکروم حتما استفاده کنید. سعی کنید که قبلش ویدیو من رو در رابطه با آناتومی بدن زن رو حتما ببینید تا بتونید اون رو قشنگ بکشید. آموزش ها رو خیلی ساده گفتم، سعی کردم خیلی ساده و صریح اونا رو بگم. اونا رو حتما ببینیم و بعد شروع کنیم به آموزش رنگ بدن. حالا دلیل اینکه من ویدیوام خیلی طولانی میشه به خاطر اینکه دوست دارم جز به جز و خیلی کامل بهتون توضیح بدم همه چیزو و سرسری از اینا نگذرم. اینجوری راحت‌تر و بهتر شما یاد میگیرین. سعی میکنم همه نکات رو بگم. هر سوالی داشتین حتما کامنت کنید، بپرسین که جلسه بعد دوست دارین چه چیزی رو براتون آماده کنم. در واقع این کاری که من دارم انجام میدم و توضیح دادم و توی چنلم گذاشتم تا الان، همه اینا زیرشاخه تصویرسازیه. در واقع تصویرسازی زیرشاخهش جنسیت سازی و پورتره و آناتومیه و همچنین خلاقیت که حالا اونم اضافه میشه. برای طراحی لباس حالا لزوماً این نیست که حتما شما باید تصویرسازی رو یاد بگید، ولی پایه طراحی لباس تصویرسازیه. من اینا رو از پایه دارم آموزش میدم. حالا هر کس که میخواد طراح لباس بشه میتونه این دوره رو بگذرونه، اینا رو یاد بگیره تصویرسازی رو، یا میتونه اصلا یاد نگیره، دل بخواهی کاملا. و اینکه کسی که طراح لباس میشه موقعی که میخواد یه طرح رو بزنه، اون با یه مداد هم میتونه این کار رو انجام بده. در واقع نمیاد مثل تصویرساز، مثل ما که الان داریم این کار رو انجام میدیم، زمان خیلی زیادی بذاره و یه طرح رو بزنه. اینجوری زمان زیادی رو ازش میگیره. یه مداد برمیداره، خیلی سریع یه طرح رو میزنه و اصلا مهم نیست حالا رنگ بدنش چیه یا هر چیز دیگه. حالا میام از مداد قرمز شماره 190 استفاده میکنم، پولیکروم فابر کستل. یه خورده از این میزنم تا
اون زردی و عسلی بودنش یه ذره بگیرم و بعد میام از مدادای قهوه‌ای استفاده میکنم. حالا میام از رنگ قهوه‌ای روشن استفاده میکنم، در واقع زیتونی رنگ، یه حالت زیتونی رنگ به پوستش میدم که شماره 980. آخرین رنگی که استفاده میشه تو پوست برونزه رنگ قهوه‌ای دیگه خیلی تیره است و شماره اون 178. و دیگه جاهایی که دیگه خیلی تیرکی داره رو از این میزنم. حالا از مداد سفید استفاده میکنم و جاهایی که سایه نیست اون جاها رو خیلی با فشار دست آروم سایه میزنم. همینجوری که میبینی از این ور آفتاب خورده و دستش رو گرفته، اینجاها سایه افتاده. و این بود آموزش رنگ پوست برونزه و رنگ پوست تیره. خب من امروز در مورد رنگ پوست صحبت کردم، این جلسه هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین. هر موضوع دیگه و هر پیشنهادی داشتین رو کامنت کنین، چون من هر ویدیویی که میسازم اول به نظر شما اهمیت میدم و اونو درست میکنم. پس حتما کانال منو سابسکرایب کنید. تا درود دیگر، بدرود.